زندگی نامه شهید عید محمد ابراهیمی. شهید عید محمد ابراهیمی در سال 1307 خورشیدی در یک خانواده مذهبی در قریه شینیه مربوط حصه دوم بهسود از ولایت میدانوردک چشم به جهان گشود. سواد ابتدایی را نزد علمای منطقه فرا گرفت و بعد از مدت برای ادامه تحصیلات رهسپاره کابل گردید. با به قدرت رسیدن مزدوران روس عملاً درس و بحث تعطیل شد و مبارزه، جنگ‌های مسلحانه و چریکی در سطح شهر کابل آغاز گردید. از جمله در قیام چنداول و بالاحصار شهید ابراهیمی سهم فعال داشت. با پیروزی مجاهدان و فتح کابل در بهار 1370 شهید ابراهیمی از جمله پیش قراولان فاتح این نبرد بود که وارد کابل شد و در زمستان سال 73 در شرایطی که غرب کابل در محاصره تنگاتنگ قرار گرفته بود ابراهیمی شهید به کابل شتافته در کنار رهبر محبوبش به دفاع از مردمش برخواسته تا آخرین لحظه به مردم و رهبر خیش وفادار میماند تا اینکه در سال 1373 همراه با سالارش مزاری بزرگ رحمت الله علیه و با جمع دیگر از یارانشان جام شهادت را نوشیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. ابراهیمی شهید از جمع نخبگان و برجستگان بود. شهید ابراهیمی یک روحانی متفاوت بود. تفاوت وی در این بود که مانند رهبر شهید و دیگر یارانش در قبال سرنوشت مردم حساس بود. آموخته های شهید ابراهیمی برای نجات مردمش بود و با اهداف نیک که داشت در کنار رهبر شهید برای تأمین عدالت از همه ابعاد شتافت. شهید ابراهیمی همانند رهبر شهیدش ساده زیستن و فروتنی را حفظ کرده بود و دوشادوش رهبر شهید و سایر یاران پاک بازش با مقاومت خستگی ناپذیر در مقابل دشمنان در راه عدالت خواهی مبارزه می کرد. او بر علاوه جهاد از امورات اجتماعی هم غافل نبود که به طور نمونه می توان از تأسیس 7 مدرسه علمیه یاد کرد. در آن شرایط زمان که وحشت و دهشت همه جا را فرا گرفته بود و تا جایی که حتی فکر کردن در مورد زندگی شخصی و خانوادگی ناممکن بود. اذهان مجاهدین و دلیر مردان را معضلات شدید جامعه سخت مشغول ساخته بود. اما با این همه دشواری ها اکثریت آنها از فعالیت های فرهنگی دست بر نداشته بلکه برای فراهم کردن مکان های آموزشی با امکانات اندک سعی و تلاش فراوان نمودند که این تلاش ها نتیجه مطلوب داشته است. حالا این واقعیت را از محمد حسین فهیمی یک تن از مجاهدین اسبق میشنویم. شهید ابراهیمی امو رقمی که جنگ و مبارزه و جهاد یک اصل میدانست و برای دفاع از مردم ایرا همیشه در اولویت کاریش قرار داشت. تعلیم و تربیه را و مدارس بینان پایه و اساس جهاد همیشه برای شرزش قائل بود که دلیل به این گفتیم ایست که در سال 61 عملا استاد ابراهیمی به همکاری و دوستای دیگه ای که در سازمان نصر بود از جمله استاد عبدالله شفق که واقعا استاد عبدالله شفق یکی از استوانه های جهادی مردمی ماست. اینا با هم شیشتن که باید ما در پالوی کارهای نظامی باید کارهای فرهنگی و مدارس تعلیم و تربیه را باید ما و شما در اولویت قرار بدیم. که سال 62 عملا 5-6 مدرسه را به همکاری آیت الله پروانی و با ابتکار استاد عبدالله شفق و شهید ابراهیمی و بعضی همرزمان دیگه‌ش هم آلی چون حالا گب از شهید ابراهیمی است، ما در قسمت شهید ابراهیمی با شما صحبت می‌کنیم. در قسمت مدارس بهسود خیلی از دوستای دیگه هم هست که نقش بسیار برازنده داشت.
من تو اول این موضوع از طرف استاد از الله شفق و از طرف استاد ابراهیمی مطرح شد. خب در پالوی کارای نظامی همیشه استاد ابراهیمی میگفت که اگر ما جهاد و مبارزه و جنگ همیتر تنها پیش ببریم، امکان داره انقلاب از مسیر منحرف شود. دستای دشمن کار میکنه، ما بچه های مردم فریب میده، نمیتونیم به او آرمان و آرزویی که ما شما داریم برسیم. پس باید ما شما مدارس را تأسیس کنیم، باید نسل جدید ما هم بیاموزه و هم از جهاد و جنگ باید یک تعلیم و تربیه و اینا داشته باشه. که ما در سال 62 عملا به خاطر همکاری و همو انگیزه ای که اول شهید ابراهیمی برای ساحه به وجود آورد، تانستیم در بیسود 8 تا مدرسه را تأسیس کنیم که از جمله مدارسی که تا حالا فعلا درس داره و برنامه داره و شاگرد داره، مدرسه فیضی هلمند است، مدرسه امام صادق است، مدرسه امام محمد باقر است، مدرسه امام علی است. همین رقم مدرسه های دیگه ما در بیسود داریم که هر کدامشی اینا در ذات خود یک مرکز علمی و کانون فرهنگی برای بچه بود و هر کدام اینا خوبیش بود که به زودترین وقت بازدهی داشت. اینا شاگردای زیاد در جامعه تحویل کرد و بعضی کسایی که زمینه درس اینجا فراهم نبود، شهید ابراهیمی زمینه رفتنش را در خارج آماده کرد، گفت باید بره ایران درس بخونه. که به عنوان نمونه آیت الله وایزاده بیسودی یکی از شاگردای ممتاز او دوره است که در مدرسه فیضیه میخواند، رفت ایران که فضل خدا عالی به عنوان یک مرجع تقلید در بین مردم ما نقش داره. آقای اسدالله یوسفی دیگه، آقای عارفی، آقای بلال، آقای راشید، همین رقم شخصیت های دیگه ای که ما و شما فعلا در بین مردم داریم که همه ایشی چهره های تأثیر گذار در بین مردم هست. این ما نتیجه مدارس انقلاب و نتیجه مدارس دوران جهاد و نتیجه زحمات شهید ابراهیمی و استاد شفق است. از جمع خاطرات، یکی از خاطرات شهید ابراهیمی که چون زلال در قلب آقای فهیمی به یادگار مانده را در مصاحبه با ما چنین حکایت کرد. تأسیس مدرسه فیضیه هلمند، وقتی که مدارس در سال 62 تأسیس شد، شهید ابراهیمی در جمع یارانش گفت: ما اگر در آینده زیربنای برای مدرسه نداشته باشیم، شاید به تداوم کسب علم و دانش دست یافتن سخت تر شود. او در اینجا می‌خواست برای نسل‌های بعد از خود هم زمینه آموختن را مهیا کند. یکی از خاطراتی که از جناب ایشان از او وقت یادم مانده، زمانی بود که حزب وحدت تشکیل شده بود. ما بارها خدمتش می رفتیم در خانهشی در مدرسه، از شهدایت های لازم به خاطر مشکلات های مردم می گرفتیم. بعد یک وقت گفت که باید ما و شما پیش از اویی که حزب وحدت بلده از ما و شما هدایت بیده که ما و شما پایگاه ها را جمع کنیم و مدغم شویم، باید ما و شما به خاطر حسن نیت و به خاطر که مردم مطمئن شود، باید ما و شما عملا پایگاه های را جمع کنیم و کوشش کنیم که یک مراکز اداری قوی تر در سطح بیسود به وجود بیاریم. اگر ما متشدد باشیم، پراگنده باشیم، اگر بگوییم مردم شاید دیگه باور نکنه. گفتم استاد خوبه، گفتیم در کجا مرکزیت بگیریم، کجا جمع شویم، کجا امکان داره. ایشان فرمایش کرد و هدایت داد که همی حوزه چار تگاو یا شفاخانه ای که به نام حوزه چار بود که در اونجا مسئول نظامیش ما بودم، با وجودی که او از منطقه خود شهید ابراهیمی هم نبود، در یک ساحه دیگه بود، گفتم اونجا مرکز میگیریم، هیچ فرق نمونه، پیش از ما بالا و پایین و بلن بلگ و تین بلگ هیچ ارزش نداره، پیش از ما وحدت مردم، هماهنگی مردم، یک جای بودن مردم اهمیت داره. بز ایشان آمد در حوزه تگاو اینمینجی
مرکزیت ایجاد کرد. وقتی که مرکزیت ایجاد کرد، خب طبعا پایگاه های قبلی امکانات هیچ نداشت، خصوصا میز و چوکی بلده کارای دفتر هیچ نداشت. به شفاخانه تگاو از زمان سابق یک مقدار امکاناتی میز و چوکی کنه اینا منده بود. وقتی که حاجی ابراهیم شهید آمد، اونجا میز و چوکی که دیدیم بیرون کردیم بلده کار اداری و بعضی چوکیات پراگنده و تید و بعضی هایشی کنه بود، اینمی ها رو جمع کرد با هم ششتیم. اونما رو خودچی با موی استعداد و سلیقه که خودچی داشت پینه میکرد، ترمیم میکرد، جور میکرد، پلاستیک از بازار طلب کرد، کوکه از بازار طلب کرد، نجار طلب کرد، با نجار همکاری میکرد که در حقیقت خدمت شما این رقم عرض کنیم که از امو امکاناتی بسیار اندک و ضعیف بسیار یک دفتری بسیار خوب منظم در او وقت جور کرد که در هیچ پایگاه و در هیچ ساحه و رقم دفتر و رقم اداره و رقم میز و چوکی و میز تحریر چیزا نبود، که این چیزا همه از استعداد و از امو سلیقه شهید ابراهیم بود که این خاطرش همیشه در یاد منده و همیشه با دوستایی رو میگفتیم که ما و شما استعداد دفترداری و کارای اداری رو باید از شهید ابراهیمی بیاموزیم. مدرسه فیضیه در آن زمان مکان مشخص نداشت که در حال حاضر مدرسه فیضیه هلمند به شمول 6 مدرسه دیگر فعال می باشد و فرزندان این سرزمین رنج دیده در آن مکان مقدس مشغول فراگیری علم و دانش است. حالا حکایت شیرین اسلم بیانی، یک تن از متنفذین و همرزمان شهید ابراهیمی را میشنویم. بعد ما در سال 58 جبهه روحانیت تشکیل دادم. جبهه روحانیت تشکیل دادیم، اومدیم سنگر گرفتیم، مثلا اتاق گرفتیم در قلعه سبزی سر چشمه و در حدود 80 نفر همه طلبه بودیم. وقتی که ما اومدیم در اینجا روحانیت تشکیل دادیم، همه امیر گفتیم که او زمان کرایه نفر مجاهد خیلی زیاد بود، مردم خسته شده بود، چیزی نداشت. ما جمع شدیم، یک جلسه بسیار کلان در خود بیسود تشکیل دادیم. بازم اینجا گفتیم که امیم سال امیم ملاها برد سنگر جهاد کنه، دیگه خساره و خرج از دوش مردم برداشته شود. دینمی حرف بود که ملت همه با ما هم کار شدن. اینا رو یک سال ما همه می شیخ ها آمدن در سنگر. ما گفتیم اینجا لیست بگیریم، لیست گرفتیم، در حدود 80 نفر تقریبا شد شیخ های قوم ها به اصطلاح مردم ما، که ما یک چارک بیسود تشکیل میدیم، یک چارک مرکز بیسود، نفوس زیادیم. باز این اینجا که آمدیم ما جبه روحانیت تشکیل دادیم. البته نگفتنم نه که ارتباطی ما قبل از یه بوده همراه شهید استاد ابراهیمی. بعد که ما جبه روحانیت تشکیل دادیم، رئیس با ما مخالفت کردن، چون قماندانایش پک اربابا بود. باز از یک طرف دیگه همی خورد و بردم کم شد به خاطر که ملت از زیر باری کرایه مجاهدین، کرایه هر مجاهد 7000 بود در ما، مردم پولم نداشتن، بسیار وضعش خراب بود. از ما استقبال کردن، از روحانیت حمایت کردن که بسیار کار خوب شد. اینا رو جواب دادن. ما که آمدیم در سیاخاب، اینجا جبهه روحانیت هم اینجا در قرای سوز تشکیل دادیم. بعد از اون کمی مخالفت کردن، کار به اندازه رسیدن که راه بر روی جبهه روحانیت بسته بود، کسی پس در بیسود رفتن نمیتونست، خلی سلامی شد. ما و شهید ابراهیمی اردمی ما رفتیم از دره بوغه سری هلمند، سری هلمند در پایگاه شهید قاسمی رفتیم. اونجا که رفتیم شهید ابراهیمی گفت ما هم اینجا هستم، تو بیا رو در منطقه برو که چی خبره. ما هم رای دو مجاهد رفتیم تر منطقه، در بین را دستگیر شدیم. ما را خلی سلا کرد، سلای ما را گرفت، ما را بندی کرد، از پایگاه ما را رایی کرد در شفاخانه تگاو. رئیس حوزه بود ملا کربلایی بنشوی. وقتی چون ما یک شیخ بودیم، یک طلبه بودیم دی، وقتی او ما را طلب کرد، ما گفتیم خب ما نمیدونم، گناه نداریم، من تا یک جبه روحانیت ما تشکیل کردیم دیگر.
دیگه گناه نداریم. باز او ما رو رها کرد، او که ما رو رها کرد و از اینجی ما رفتیم طرف خانه که قوما کلی چی حرکت کرد، که مموری که برادر شنیده بود که ایره گرفته بندی کده خلی سلا کده دیگه، یا اعلام کنن یا ما اقدام مونیم. باز ما همینجی که رفتیم، خلاص ای مثلا ارتباط ما با شهید ابراهیمی پیش ازی بود. بعد از او شهید ابراهیمی هم قدم آمد، یک کنار یک جا شدیم در رمزی چیز قلعه سفیدی قلعه سبز. باز یک گروبی بی بود، گروبی الف که سید جواد شهید سرگروب بود و در اونجا رفتار میکنن، بیشترم بود با شوای شفق بود، خدا رحمت کنه وازی شهرستانی بود. دیگر آقای حکیمی هم باز وقت می اومد، آقای کی از لال، او بزرگوار بود. دیگر همی هم می آمدن همینطور گشت و گذار. سازمان نظر بعد اعلان شد، بعد شورای روحانیت، این شورای روحانیت تبدیل شد به سازمان نظر. شهید ابراهیمی از روزگار قبل از انقلاب انقلابی بود، یعنی قبل از سالهای 57 و 58 شهید ابراهیمی در ردیف مبارزین و روشنفکران دینی افغانستان بود. می توان گفت که شهید ابراهیمی قبل از آغاز انقلاب در مسیر بیدارگری مردم حرکت داشت. پس از آغاز انقلاب اسلامی، شهید ابراهیمی در سطح ولایت میدان وردک از شهرت قابل ملاحظه برخوردار بود و بعد از به شهادت رسیدن شهید عبدالعلی قاسمی در تابستان سال 61 مسئولیت سازمان نصر را در این ولایت بر عهده داشت. او همیشه در صف مبارزین بود. امروزه یاد و خاطرات شهدا در قلب‌های افراد با درک زنده است. امیدواریم مثل معروفی که میگه فکر جوان در کله جوان است، یا نیروی جوان در وجود جوان است. امیدواریم جوانان عزیز ما با الهامگیری از دستورات اسلامی و با پیروی از عدالت‌خواهی های استاد مزاری و یارانش تا حال خوب درخشیدن، در آینده بیش از پیش در فعالیت و انجام رسالت انسانیشان کوشا باشه. حالا در شرایط فعلی همه وجدان‌های بیدار و اهل مطالعه از ایثار و فداکاری‌های شهدای راه عدالت‌خواهی آگاهی دارند و این استقلالیت امروز را مدیون خون سرخ شهدا می‌دانند. بناً این رسالت بر ماست تا فداکاری‌های آن ابرمردان تاریخ را پاسبانی نموده و در تداوم راه شهدا نهایت تلاش نماییم. بعد از خاموشی هر چراغ، گوشه از زمین تاریک می شود. همان طوری که با شهادت هر قهرمان، سنگرهای مبارزه با جهل و نادانی خالی می شود. امروز هم شخصیت هایی که در جامعه ما حرف برای گفتن داره، سخن ایده برای ارائه کردن داره، اینها همه در به اصطلاح از امو سرچشمه است، به اصطلاح آب خوردن که شهید مزاری او سرچشمه ها را ایجاد کرده بود، اون نهادها را تأسیس کرده بود، اینها در اون نهادها آموزش دیدن، تعلیم دیدن، آماده شدن برای امروز که در جامعه ارزندام بکنن. پس بنابراین ما توصیه می است که ما باید تنها به بعد سیاسی و نظامی شخصیت شهید مزاری توجه نکنیم، بعد فرهنگی و بعد ارزشی شهید مزاری، شخصیت شهید مزاری و تلاش هایی که کرد، کارنامه فرهنگی شهید مزاری بسیار یک کارنامه درخشان است.